فناوری پیشرفته. اینجا در رقابت‌های اکوماراتون شرکت شل که در شهر روتردام برگزار می‌شود، تعداد زیادی خودرو وجود دارد و فضای خاصی حاکم است. اما آنچه مهم است سرعت خودروها نیست، بلکه تعداد کیلومترهایی است که هر خودرو با کمترین میزان سوخت می‌پیماید. برای بزرگترین پیستی که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته شده، 30مین دوره این مسابقات برگزار می‌شود. فیلیپ مندرو تا کنون در همه این مسابقات حضور داشته است. در سال 1985 تنها 12 شرکت کننده داشتیم. مسابقه تنها برای یک نوع سوخت بود، بنزین. امروز 200 شرکت کننده و 2 مقوله بزرگ داریم. پیشنمونه‌های خاص و نمونه‌هایی که به خودروهای معمولی که در شهر کار می‌کنند نزدیک هستند، به بخش مسابقه اضافه شدند. خودروهایی داریم که با بنزین، دیزل و اتانول که از منابع زیستی گرفته شده باشد کار می‌کنند، یا با هیدروژن یا با برق. در اینجا کم مصرف‌ترین خودروهای جهان جمع شدند. این خودروی کم مصرف میکروژل که ساخت مندرو و دانشجویانش است، از بقیه خودروها یک سر و گردن بالاتر است، زیرا به ازای بیش از 3300 کیلومتر تنها یک لیتر بنزین مصرف می‌کند. موتور این خودرو موتور احتراقی است که با بنزین کار می‌کند. این خودرو 35 کیلوگرم وزن دارد، زیرا همه‌اش از جنس کربن است. مقاومت آن در برابر غلطیدن بسیار کم است. بسیار خوب در هوا حرکت می‌کند و ضریب اصطکاک کششی آن کم است. برای شرکت شل، رقابت‌های ماراتون اکو راهی برای ارتباط با مصرف کننده است، اما فقط به همین محدود نمی‌شود. شل شرکتی است که عموماً با انرژی سر کار دارد. اما فردا چه خواهد شد؟ استراتژی‌های متعددی داریم، اما نمی‌توان به داشتن استراتژی اکتفا کرد. هدف انگیزه دادن به دانشجویان و مشغول کردن آنها با پروژه‌های مختلف است. از 2 سال گذشته بخش ساخت خودروهای معمولی شهری به مسابقه شرکت شل افزوده شده است. این خودروها برای استفاده در زندگی روزمره به کار می‌آیند. این کاملا قانونی است. می توانیم به راحتی رانندگی کنیم بدون اینکه پلیس ما را دنبال کند. چیزی که خوب است این است که این خودرو 2 صندلی دارد و در صندوق عقب هم جا برای 12 جعبه آبجو وجود دارد. هدف این بود که به علاقمندان شرکت در ماراتون شرکت شل نشان دهیم که رانندگی با کارایی بالا در جاده های امروز امکان پذیر است. از 30 مدل ساخته شده تا کنون، ظاهر موتور تغییر زیادی نکرده، اما درون آن بسیار عوض شده است. به جای فیبر شیشه‌ای از فیبر کربن استفاده کردیم و به جای بولبورینگ‌های رایج از بولبورینگ سرامیک. سیستم الکترونیک خودرو نیز بسیار پیشرفته شده و بعد هم یک استراتژی خاص طراحی شده. آیرودینامیک ماشین عوض شده و وزن آن به دلیل استفاده از مواد سبک‌تر تغییر کرده. در حال حاضر بسیاری از رقبای ما قطعات یدکی‌شان را در زمین مسابقه به صورت 3D پرینت می‌گیرند. Qui impriment leurs pièces dans le paddock, hein, puisqu'ils ont des imprimantes 3D, hein, voilà, quoi, faire des choses légères. هدف از این رقابت‌ها در مسابقه اکوماراتون شرکت شل طراحی خودروهایی است که کمترین میزان مصرف سوخت را داشته باشند و کمترین آسیب را به محیط زیست برسانند. امروز متخصصین خودرو در مراکز تحقیقاتی در اروپا کار می‌کنند. دانشجویانی که آمدند و اینجا به آنها اعتماد به نفس و تمایل کار کردن می‌دهد.